تو ذره ادب نداری؟ مگه چی کار کردم خانم؟ از من میپرسی که چی کار کردی؟ آب میوه من کجاست؟ خیلی وقته که گفتم. شما واسه همین تو زندگیتون پیشرفت نمی‌کنین. از صدق سریع ماهی که شما دارین پول در میارین. یعنی کلن چیزی نمیفهمین. شما اصلا میدونین زمان چه ارزشی داره؟ من همین الان به ناهید خانم میگم که اخراجت کنه. وقتی از اینجا اخراج شدی بعدن میفهمی. تو اصلا لیاقت نداری اینجا کار کنی. خانم روزی رسان خداست نه بنده خدا. داری با من بحث میکنی؟ تو نباید اینجوری با ایشون حرف بزنی. اونم مثل تو واسه نون در آوردن اومده اینجا. تو اصلا میدونی داری با کی حرف میزنی؟ آره میدونم، خیلی هم خوب میدونم. ولی تازه فهمیدم که تو فقط توی فیلم ها خوبی. در واقعیت که نه ظاهرت خوبه و نه باطنت. تو چی میگفتی؟ که به خاطر تو پول در میاره؟ اگه اینا نباشن که فیلم همسال تو رو کی میبینه ها؟ کی ازتون امضا میگیره؟ شهرت و محبوبیت تو به خاطر همین آدم هست. بهشون احترام بذار. تو چطور جرأت میکنی؟ به من بی احترامی کنی دختر دهاتی؟ اسم من میناه. الان این دستتو میشکنم تو در آینده نتونی دست رو کسی بلند کنی، فهمیدی؟ دستمو ول کن. ول نمی کنم. امروز بهت نشون میدم که زوری یه بلوط چجوریه. این چه وضعیه؟ شما دارین چی کار میکنی؟ کی هستی؟ شما نمیدونین که ایشون بازیگرمون هستن؟ دختری نادون. آقای مدیر، ایشون مهمون علی آقا هستن. اوه باشه، خب میرم بهشون خبر بدم. ها بگو چی میگفتی؟ دست رو من بلند میکنی؟ دستمو ول کن. دستتو ول نمیکنم. تو عقلتو از دست دادی مگه نه؟ علی میشه بگی چت شدی؟ تو اون دختره غریبه رو آوردی تو خونمون. من هیچی نگفتم تا اینجا. باشه باشه، مشکلی نیست. حالا میگی باید نقش بازیگر اولمونو بهش بدیم؟ ما چطور میتونیم این همه پول واسه یه تازه کار خرج کنیم؟ نه اصلا، و اونم یه دختری که حتی نمیتونه درست اردو حرف بزنه. عمه، من این همه چهره جدید تو این کار معرفی کردم، اینم من دارم بهت میگم. تو مینا همه ی اون چیزایی هست که تو یه بازیگر باید باشه. مینا یه جواهره. من بهت ثابت میکنم که اون همون کسیه که دنبالشی. لطفاً به من اعتماد کنید و بهش یه فرصت بدید تا خودشو نشون بده. علی، طلای بدل هیچ وقت اصل نمیشه. و آره آتشم جلا داره، اما همه چی رو میسوزونه و از بین میبره. عمه، حداقل یه بار بهش فرصت بده. من بهش قول دادم و حتما این فرصت رو بهش میدم. خیلی خوب، اگه تصمیم تو گرفتی دیگه چرا از من داری میپرسی؟ عمه لطفا، خواهش میکنم. علی باشه، من قبول میکنم، ولی سرمایه گذارا رو چجوری قانع کنیم؟ چی بهشون بگیم؟ شما به اونا فکر نکنید، من قانعشون میکنم. شما قبول کنید، بقیهش با من. خواهش میکنم، فقط یه بار، به خاطر من فقط یه بار ازش امتحان بگیریم، لطفا. اگه اون وقت قبول نشد چی؟ بعدش هر کیو شما بگین همون میشه بازیگر فیلممون. من بهتون قول میدم. بله بفرمایید. آقای مدیر، من بهتون نگفتم کسی مزاحممون نشه؟ جلسه مهمی داریم. خیلی معذرت میخوام آقا، متاسفانه یه مشکلی پیش اومده. این چه مشکلیه که به خاطرش نمیتونی چند دقیقه منتظر باشی؟ بیرون دعوا شده آقا. دعوا؟ کی؟ اون خانومی که با علی آقا اومدن با عریبا دعواشون شده. من تلاش کردم جداشون کنم، اما باید شما تشریف بیارین. این دختریه که داشتی ازش تعریف میکردی؟ دستامو ول کن. ول نمی کنم. امروز بهت ادب و تربیت یاد میدم. با مظلوم دست بلند میکنی ها؟ ببینم داری چی کار میکنی مینا، دیوونه شدی؟ من واقعا از تو انتظار این رفتار رو نداشتم. از تو بعید بود. چی کار کردی؟ ببینین این دختره احمق چی کار کرد؟ داشت دستامو میشکند. بگو ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ با من اومده. اما چرا؟ چرا؟ اینجا شرکتمونه، کاروانسرا نیست که. یکی این چیزا رو ببینه چی فکر میکنه؟ تو خونه نمایشتون بس نبود؟
حالا ورش داشتی آوردیش اینجا؟ عمه من بهت گفتم که و منم بهت گفتم که واسه یه دختر دهاتی یه قرونم خرج نمی کنم. ما واسه خودمون اسم و رسمی داریم، واسه یه همچین دختری نمیتونم اعتبارمونو از بین ببرم. با تمام احترامی که برات قائلم عمه جان، ولی من تصمیممو گرفتم. حالا راز فکر نکنم این بار بتونی این کارو بگیری. شما که باید منو بشناسی. ببینم اینو میشناسی؟ اگه دوست داری میتونم بهت معرفیش کنم.